بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های عزیز تلویزیون اورانوس و شنونده های گرامی رادیو کندز، امیدوار هستم که صحت و سلامت باشین. بعد از سلسله گزارش ها و مصاحبه های ویژه ای که داشتیم، امروز نیز ما در یکی از پالیز خربزه آمدیم، در خربزه و تربز در ولسوالی خان‌آباد ولایت کندز. می خواهیم برای شما از حاصلات تربز و خربزه امسال گزارش تهیه کنیم. پس شما هم بیننده های عزیز ما را تا با آخر گزارش همراهی کنید، همراهی سایر هموطنان صحبت می داشته باشیم. بیننده های عزیز تلویزیون اورانوس و شنونده های گرامی رادیو کندز، قسمی که گفتیم در ولسوالی خان‌آباد ولایت کندز هستیم، در یکی از پالیز خربزه و تربز در اینجا قرار داریم. آمدیم خواستیم برای شما گزارش از حاصلات و کشت و کار امسال دهاقین در ولسوالی خان‌آباد گزارش تهیه کنیم. در کنار ما یکی از هموطنان ما هست، میخوایم امروزشون بیشتر معرفی شویم. سلام کاکا جان، خوب هستی؟ جان جور بخیر هستی، صحت خوب، بخیر آمدی. تشکر، سلامت باشین. نخست همیشه خود به بیننده های ما معرفی کنید. نام جمعالدین است. کاکا جمعالدین. آی منطقه چارتوت هستیم ما. و هموطنان عزیز، ما در منطقه چارتوت ولسوالی خان‌آباد ولایت کندز قرار داریم. در کنار ما کاکا جمعالدین، یکی از دهقین این ولسوالی با ما هستند. خب کاکا جمعالدین، میشه در رابطه به حاصلات امسال بگین در اینجا چی کاشتین؟ اینجا خود تربز کردیم ما، هر سال شالی میکردیم یک ماش میکردیم، او نمی بود. این سال از راه فریمان است، مردم کلا تربز میکرد وقت، حالی کس این مردم کس کلا شالی کردن، ما یک 20 جریب زمین هم اینجا پلک کردم. خیلی خوب، به خربوز و تربزی که اینجا کاردین امسال چگونه است نظر به سال گذشته؟ خوب است نسبتا یا خراب؟ والا پار سال که بود غلیمت بود، امیر 60 روپا، 50 روپا، 70 روپا ما سودا میکردیم، امسال که است 40 روپا، 35 روپا دمی خانه قرار داره. یعنی امسال قیمت ها خیلی پایان آمده؟ آه خیلی پایان است، خیلی خوب. نظر به مصرفش پایان است. چند جریب زمین کردین؟ 20 جریب زمین. 20 جریب زمین. خیلی خوب. تانوس هیچ چیندین یا خیر؟ نه، هیچ سودا تال نکردیم. یک دو بولک نفر آمد، جورن آمد، 30 روپا و 35 روپا کرد. ما گفتم بون یک چند روز بون که دمی دمی دیگه اگر نرخش بالا بره. خیلی خوب. با همسایه هایتون هیچ چیندن یا خیر؟ نه، اونا تا حال تربز نکرده، اونا کلا منطقه که هست کلا شوالی هست، همون تو که سیل میکنی پلک ملک دیگه کس نکرده. خیلی خوب، تری 20 جریب زمینی که شما امسال تربز کاریدین چقدر مصارف آمده؟ یاره یک 50,000 روپا خو یک همی سه پل و نو پل و همی چیزای شده دیگه، تقریبا یک 50,000 روپا همی تخمش و پلاستیک و مردکاری شده، غیر یک کود یک خلطه کود با 5,000 روپا برابر 10 خلطه کود ما ایچی کردم مصرف کردم، کود سیاه خالتی 5200 5200 مصرف کردیم دیگه، دو دفعه میشه که کوت سفید دیگه دادم در میاو، تقریبا یک 35,000 روپا دیگه کوت خورد. خب این قدر مصرف آیا پوره میکنه یا خیر؟ خدا مهربان است،
میشه دیگه. خدا خوب بیشک میروان است. این کار دیقانی است دیگه. اگه برابر شد یک چیز میکنه، اگه برابر نشد دیگه باز اونمو کار است دیگه. دیگه کدام کار وظیفه ما دست ما نمیه. اینم دیقانی است. امید که شما همقدر زحمت میکشین در این آفتاب سوزان، اینجا ما همیشه مصرف کار هستین، زحمت میکشین به خاطر که یک چیزی را به دست بیارن. امیدوار هستم که بتوانین یک چیز خوب، یک حاصلات خوب را امسال داشته باشید. ولی ما خود همی کوشش میکنیم که یک حاصل نیچی کنیم. همی دو سال میشه کسی یک تخم و مثال تخم گندم که سم بتن، یا مثال کود یادر ارزان باشد، سیپل ارزان باشد، این چیزا ارزان نیست که سیل میکنی. ولی یک سال سیپل 12 روپیه میگیرن، یک سال تا می نوپل و شوی چیه 50,000 روپیه تو سیگو که یک سیپل و نوپل یادی شده. خیلی خوب، انشالله که امیدوار هستیم حکومت یک ذره که باخصاص کنه، هر چیز به تقرر میگیره. خب باخصاص نیست، باید تربزا خو بیرون از کشور صادر شود. میره تا پاکستان، ده این ده ای جا میره. پار سالان ده این امی تربوز مکندم یک دو یچی موتر کلانه او را این در طرف این تربوز بود. خیلی خوب، بله دقیقا تربوز میوه، نه هر گونه میوه افغانستان بیرون از کشور در کشورهای همسایه تاجیکستان و مثلا پاکستان از ایران است صادر می شود. امیدوار هستیم که امسال نیز صادر شود و تجارای ما بیرون از کشور میوجات را ببرند تا دهقان ما بتواند یک چیز را به دست بیاورد. خب کاکا جان، میشه از چیزی بگوین زمینای خان‌آباد امسال چی چیزا کش شده؟ امسال خو همین شالی است و نمی ماش است، کنجد است، جواری است، همین چیزها را پاشیدن. بعد گندم که درو شد دیگه نمی شالی و ماش و کنجد و اینمی چیزا میشه دیگه، چیز نمیشه. خیلی خوب، اینجا شما چند نوع تربوز کار دینی؟ تخم از کجا هست؟ این تخم قندس گرفتم، قوطی 35,000. خیلی خوب، تخم ایرانی است یا نمیدونم؟ همین تخم هایی که از دیگه اون آخوی چی میگه، یک رقم تخم میگه که یک فرانسوی گفت چی گفت، از همون مخریدم. خیلی خوب، در ولسوالی خان‌آباد کدام نوع میوجات بیشتر هست و همچنان کدام چیز بیشتر کشت میشه؟ اینجا خو خربزه خوب است، تربوز هم خوب است، دیگه این زردالو است و اگر قرالو است و اگر مثال بادام است و انگور است، خوب انگور هم میشه. ای باغا این پایان که بری طرف شانتو بی تو باغا است که همی هر تاکش 12 سیر، 13 سیر، 14 سیر بار میگرن. خیلی خوب، کدام میوهش مشهور است از خربوز، تربوزه یا هم از چیزای زراعتی؟ گندم هست، شالی، نهال، برنج است، کدامش مشهور است، کدامش بیشتر است؟ مثال برنج که از برنج بار است، که برنج بار است، کل برنج ها سر است. به حساب میوه که از خربوزه سر است دیگه. خیلی خوب، تنها یک برنج کشت میشه؟ چند برنج؟ چند رقم است، یکی از زراعتی است، یکی هست همی باسمتی میگه، یک تار دیگر شالوانگی میگه، یک قسمش همی باره میگه. خیلی خوب، اینجا بیشتر کدامش کشت میشه؟ اینجا همی سرخه زراعتی. سرخه زراعتی، باز چگونه پلاوش چگونه است؟ پلاوش هم خوب است، خواهر باره است، پشت باره باز همی سرخه زراعتی است. خیلی خوب، امیدوار هستم که شما هم موفق و کامگار باشید. خواستتان از دولت چی است؟ در این قسمت باید با شما همکار باشن یا خیر؟ خواست ما خواهمی است که بیادر همین تخم خوب در ما ایچی کند، همین تیره ما، همین تخم گندم مثال ماسی اصلاح شده. که تو یک تخم باشه مثالی که پاش بیتی یک حاصل بگیری ای پیشه، ولی تو گندم هست که ما اصلاح نشده، مثال میگیریم ای بازار رو که پاش میتیم ببینی که پخش و بلند و اصل چندیان نمیتن. بله دقیقا. خب ممنونتان کاکا جان از اینکه وقت خود را با ما گذاشتید و صحبت کردید. زنده باشی. شما و شما هم تشکر میکنم که شما از اوجا در این گرمی در این جا آمدین پیش ما. بسیار از شما تشکر. ممنونتان. زنده باشی. خب بیننده های عزیز گرامی تلویزیون اورانوس، ما هم در ادامه گزارش هستیم، با یکی از هموطنان خود صحبت کردیم که اینجا تقریبا 20 جریب زمین را خربزه و تربز کاریدن که امسال واقعاً تا هنوز نفروختن، هم خیلی قیمت ها گرچند پایان آمد، امیدوار هستم که بتواند چیزی را به دست بیاورند. و پس شما هم بیننده گزارش ما باشین و با ما هم خیلی گرم است، ما را همراهی کنین، همراهی دیگر هموطنان نیز صحبت میکنین. Thank you.
بیننده های عزیز، باز هم در کنار یکی از دیگر هموطنان قرار داریم، میخوایم امروزشون بیشتر صحبت کنیم. سلام. علیکم سلام، خوب است؟ خیر. تشکر، سلامت باشین. اسمک زیبایتان؟ سلاودین. لالا سلاودین در کنار ما هستن، نام خدا یک کمی شوخ طبیعت هستن، از آغاز برنامه خنده کرده هستن. خب لالا، مصرف چی کارا؟ فعلا بیکار هستیم. خیلی خوب، از ولسوال خان‌آباد بگوین که امسال حاصلات چگونه هست و بیشتر کدام چیز کاشته شده؟ پختو بدر تو آنجا پرسید. مشکل نست هفت پختو رایا. مصرفت دیریگی. مشکل نست. سرکم جاگم ورور در توی لندگا حال دندی والا. حاصل نسک علی خوب. خوب است امسال. خیلی خوب. از کدام میوه خوردنی در ولسوال خان‌آباد بیشتره؟ میوه است دیگه؟ خب بیشتر هسته. خب باشه که نباشه دیگه، با سخت از نه. خیلی خوب، خودتون کدام میشه خوش داری؟ ما؟ بله. اگه باشه میخوری نباشه، ایش دقسیش نیست. دقسیش نیست. خب پیامتون چیست به هموطنان که شما را بیننده هستن؟ پیام هیچ چیز نیست. پیامی نداره. دور باشم یار چیز دادم. شما هم صحت سلامت باشید. خیر باشید. ممنونات. خب بیننده های عزیز، پس ما را همراهی کنین، همراهی دیگر دوستا هم صحبت میکنین. بیننده های عزیز، قسمی که میبینید دیگه اینجا آجی صاحب یک دانه تربوز کندن، دیگه ما هم میره نشو جان میکنیم. بفرمایید آجی صاحب. خب بفرمایید. قسمی که میبینید امسال نام خدا اصلاحات تربوز و خربوزه میبینید تو معلوم میشن، یعنی گفته کدام امسال باز غلیمت است از نظر بله. دیگه امسال کلون شده. بله خب امسال هموطنان عزیز، قسمی که میبینین حاصلات تربوز و خربزه نسبت به سال گذشته خیلی خوب است، دیگه امیدوار هستم که فروش داشته باشه. نظر یعنی تربوز ها را سای کویا دو سیر و سه سیر و دو نیم سیر خود را سانده دیگه، اگر خداوند کنه یک چیزی میشه ما میشه دیگه، خدا کنه که کل مسلمان هم یه اصلاش برابر شوه. آنی کلا دمی غریبی است دیگه، چیز خوب تم نیست، اینا می تناسه که یک درو پاشوا یا گندم یا شالی یا موش، اینا می چیزو ده دیگه خون کار اینا می است دیگه، چیز خونه بله دمو که وکم برو خوام پیش خوشنط شاد بگیاله. بیننده های عزیز گرامی تلویزیون اورانوس، قسمی که دیدین ما هم در ولسوال خان‌آباد آمدیم و همراه دوستا صحبت کردیم و واقعا بار نخست است که شخصا خودم در ولسوال خان‌آباد میایم. خیلی یک مردم مهربان، مهمان نوازی داشتن که واقعا جای افتخار است. تمام هموطنان ما مهمان نواز هستند، باز خصوصا مردم خان‌آباد. ما نامشان شنیده بودم اما تا هنوز از نزدیک واقعا ندیده بودم که امروز خوشبختانه آمدیم در ولسوال خان‌آباد، با دوستا آشنا شدیم و اینجا در سر زمین ها البته یک تربوز و بامیه وطنی، نان وطنی آیی صاحب آمده کردن که دستایشان درد نکنن، خیلی میمون نوازی کردن. پس ما هم نوشجان میکنیم تربوز و دیگر چیزهایی که هسته، بعد از او انشاءالله صحبتهایی را خواهم با دوستا داشت. بیننده های عزیز، قسمی که گفتیم در ولسوال خان‌آباد قرار داشتیم، امروز سایر از هموطنان صحبت کردیم که خوشبختانه اینجا تربوز هم نوشجان کردیم و یک بامیه وطنی هم آجی صاحب آمده کرده بودن که نوشجان کردیم با جمله دوستا. امروز دوستمون صحبت میکنیم همچنان. سلام، خوب استی؟ جوری رو را صدقه دفع خیره. تشکر، سلامت باشین. میشه خدا معرفی کنی؟ قندوز ولسوالی خان‌آباد منطقه چارتوت.
لالا جمعالدین در کنار ما هستند. خب لالا جمعالدین، نخست خو سپاسگزار هستیم از این که تا این دم ما را همراهی کردید، با ما بودین و در یکی از مکانهای زیبای ولسوالی خانابات زیبا ما را آوردین به سر پالز تربوز و خربزه. با حاجی صاحب صحبت کردیم و همچنان با دیگر دوستا آشنایی پیدا کردیم. خیلی ممنونتان. خب میشه از ولسوالی خانابات برای ما بگوین که چگونه یک ولسوالی هست و مردم این ولسوالی بیشتر به کدام نوع زراعت مصروف هستند؟ والا ولسوالی خرمباد که ولسوالی ده، که سرسبز و که میوه لري، که یخ هوا لري او که شمال، او دغه اصل کې هندوانې کېږي، هلته خټکي کېږي، شولې کېږي او غنم پېږي، می کېږي، بس دغه اصلونه کېږي ولسوالی خان آباد کې. ممنونتان. خب میشه یکی از خاطره های جالب خود برای ما بگویین که تا هنوز به سر زمین آمده باشین یا در حال نهال شانی یا هم با دوستانتان به خاطر خوردن تربوز خربوز آمده باشین رخ داده باشه، تا یک خاطره جالب دارین؟ خاطره والا داریم خو یادم رفته دیگه. خب میشه یادتون بیا و بیننده ها بگویم؟ یادم هم باتخوام یک سال که هست در شوالی که هست کن میپاشیدیم. خیلی خب پکتو برده بایم من کود میشینده، یه وقت که در پدرم نست تو درمونجی که کود قیده کوا، نو زو رول می در کود میشینده سی وقت که در پورتا نو در دولت وقتو جمهوریت وقتو آقا، نو یه وقت که دا پور ته ډیسی را کوسته که شوره کې ولا کېده، یو وخت کې پلان می ویره وځي وای کوډ مشین دی، نو موږ ورته رس خبر نه ستره بل لا غي سلمتر کې ولا کېده، نو وخته موږ ته بیا ویل پلان می وځي ونه وتلو دا بل لا غي ولا کېده، هم څه ځانم نه مننه کوم کوډه چواله ځانم دې بوګه ټوخ کو چری راغله بس اخو دې ولا کېده مې سکه موږ پات سلو ترپ ترپ ورو یو وخت دا پام راکو وای سسولې وای پلان دې وبو مې سی پروتو دیخوا، نو بس دا چې جنگونه تیر سره دا این نو خاطره واسه موږ د پاتستانو او پیرا مونږ یو کار نه ده بس هیڅ خبر نشته. واقعا کې ولسوالی خان آباد خیلی جنگ های زیاد در دوره جمهوریت شده که یک خاطره که لالا جمعالدین قصه کردن خیلی یک خاطره تلخ هم گفته میشه و جالب هم گفته میشه، از اینکه در یک محل باشه که جنگ زده است و او هم مصروف کار و یک رویداد رخ بده دیگه اینقدر سبک ببینیش دیگه. واقعا مردم افغانستان تا جایی را بی‌پروا هستند، به این چیزا بسیار فکر نمی کنند دیگه. صد سلامت باشین لالا جان، بازم ممنون از اینکه ما را پذیر رفتین، مهمان نوازی کردین، تا این دم با ما بودین، ممنونتان. خیر و سرور من نه بس تاسم دیرو بکی د جپور رغلی په دې ګرمه کې به زحمت سره بس تاسو نری بکنه غواړو. ممنون شما، پیام گفتنی پیشنهاد دارین ما خیر خدمت زنده باشیم. خیر باشه. خب آقای صاحب گرامی، از شما هم خیلی سپاسگزار هستیم که تا این دم با ما بودین و مهمان نوازی کردین از ما. والا ما می پیش بسیار خوش شدیم که شما در جامعه دین تشریف آوردین، او دیدیم یکی با دیگه بلد شدیم، کدام وقت که باز از می آمدین نمیگه سیده بیاین در منطقه که بگوین ما شما رو میگردانم. مگر ما اینمی خواهش از شما داریم که همی حساب دیقانی ما رو مقصد تشریح کنین که همی مثال نفر زراعت و مثال کدام مشروعی چیش که باشه که ما کمک کنه که همی کل همی ارسوالی که هست، ارسوالی خانابات ما شما که از زراعت بله. کل دنیا هست، بله این کندو هست. بله. اگر مثال دمی خانابات که خوب حاصل کنه بفهم که بسته افغانستان حاصلاتش خوبش میتن. بله دقیقا. دیگه ما پیش ما بسیار خواهش نمیداریم که همین نشرات ما را برسانیم در کلانا. ممنونتان ایسه، بازم سپاسگزار هستیم. واقعا ولسوالی خانابات یک ولسوالی خیلی زراعت پیشه هست. بازم سپاسگزار هستیم ایسه، اگر پیامی داشته باشین. اینمی فایام مسای طرف کلن می دیقانکارا که ما براتون میگم که مقصد کده ما یک کمک مومک شوه که همی حاصلات ما خوب شوه که ما به پای استاد شویم. دیگه طرف شما ادمی خواهش ماست. ممنونتان. زنده باشین. بیننده های عزیز تلویزیون اورانوس و شنونده های گرامی رادیو کندوز، خیلی ممنون و سپاسگزارتان هستیم که تا این دم ما را بیننده بودین و گزارش ما را بیننده بودین، ما را همراهی کردید. این بود گزارش ویژه که از پالیس های ولسوالی خانابات زیبا برای شما تهیه کردیم.
تا گزارش های بعد دوباره از مکان های دیدنی ولسوالی های دیدنی ولایت کندز می رویم برای شما گزارش تهیه می کنیم. شما را به خداوند یکتا و بی‌نیاز می سپارم. وقت و لحظات خوش، خدا نگهدار.